سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی ترانه علی دوستی میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. ترانه علی دوستی در 22 دی ماه 1362 در تهران به دنیا آمد. ترانه فرزند نادره حکیم اللهی مجسم ساز و حمید علی دوستی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتبال می باشد. حمید علی دوستی در سال 1354 در لیگ ایران با پیراهن تیم دارایی به میدان رفت. علی دوستی حضور در تیم‌هایی مثل هما و کشاورز را هم تجربه کرد و بین سال‌های 1365 تا 66 در لیگ‌های آلمان به بازی پرداخت، اما در سال 1374 با تیم سایپا در مسابقات لیگ حاضر شد و آخرین سال دوران فوتبالش را طی کرد. ترانه علی دوستی در دوره راهنمایی 2 سال در هنرستان موسیقی تحصیل کرد که کلارینت و پیانو می‌زد. در دوره دبیرستان مشغول تحصیل در رشته علوم تجربی بود که در کلاس‌های بازیگری امین طارق ثبت نام کرد. در سال 1379 از طریق همین کلاس‌ها برای بازی نقش ترانه پرنیان در فیلم من ترانه 15 سال دارم انتخاب شد و با بازی در این فیلم وقفه‌ای در تحصیلاتش افتاد که سرانجام در رشته کامپیوتر دیپلم گرفت. او برای بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم جایزه سیمرغ بلورین 20مین جشنواره فیلم فجر، جایزه نخل زرین از 3مین جشنواره اجتماعی آبادان، جایزه منتقدین و نویسندگان سینمای ایران و همچنین جایزه بهترین بازیگر زن از 55مین جشنواره فیلم لوکارنو سوئیس را دریافت کرد. ترانه علی دوستی در ویژه‌نامه شماره 100 ماهنامه صنعت سینما که نگاهی است به سینمای ایران در دهه 80 به انتخاب 130 نویسنده و منتقد سینمایی به عنوان بهترین بازیگر زن دهه انتخاب شد. همچنین در سال 1390 ماهنامه سینمایی فیلم او را به عنوان بهترین بازیگر زن دهه 80 انتخاب کرد. علی دوستی پس از تجربه های موفق سینماییش بازی در عرصه تئاتر را نیز با نمایش فنز تجربه کرد. این نمایش با استقبال بسیاری روبرو شد. سال 1379-80 یک دوره فیلمنامه نویسی در کلاس های حوزه هنری گذراند. او تا سال 1382 در فیلمی حضور نداشت و بیشتر به علایق دیگرش مثل نوشتن و موسیقی پرداخت. ترانه علی دوستی فقط یک برادر داشته است که در سال 83 در جریان اتفاقات چهارشنبه سوری به دلیل منفجر شدن مواد محترقه از دنیا رفته است. نام تنها برادر ترانه علی دوستی پویان بود. این اتفاق دقیقا در همان روزهای اتفاق افتاد که علی دوستی مشغول بازی در فیلم چهارشنبه سوری بود، فیلمی که در آن با درخشش در نقشی متفاوت توانست جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر توانا تثبیت کند. تنها سریالی که ترانه علی دوستی بازی کرده سریال شهرزاد است که این سریال از شبکه نمایش خانگی پخش شد و همانطور که می دانید مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت. این سریال از سال 92 تا 97 در 3 فصل ساخته شد. کلیت داستان این سریال نیز در مورد یک دختر دانشجوی پزشکی است که شرایط زندگی خانوادگی و همچنین زندگی عشقی او در طی کودتای 28 مرداد سال 32 دچار تغییرات زیادی شد و اتفاقات زیادی را رقم زد. ترانه علی دوستی به جز سریال شهرزاد در هیچ سریال دیگری بازی نکرده است. او معتقد است بازی در تلویزیون و سریال یک خیانت فرهنگی محسوب می شود، چرا که همه سریال هایی که از تلویزیون پخش می شوند به دلایل غیر منطقی دچار تغییرات محسوسی می شود. ترانه علی دوستی تسلط کاملی بر زبان انگلیسی دارد و در زمینه ترجمه فعالیت می کند و مترجم ادبی می باشد. ترانه علی دوستی با ترجمه کتاب رویای مادرم توانست جایزه ادبی اعتصامی را از بخش ادبیات داستانی به دست آورد. همچنین در 19مین جشنواره کتاب فصل به خاطر همین کتاب شایسته تقدیر شد. مؤلف کتاب رویای مادرم آلیس مونرو است. کتاب دیگری که ترانه علی دوستی ترجمه کرده تاریخ عشق نام دارد. این کتاب با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد و در سال 95 عنوان پرفروش‌ترین کتاب سال را به خود اختصاص داد. ترانه علی دوستی در سال 90 با شخصی به نام علی منصور ازدواج کرد.
همسر ترانه علی دوستی فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در زمینه بازیگری دارد. علی دوستی و همسرش علی منصور در سال 92 صاحب دختری به نام حنا شدند. قبل از ادامه شما میتونید برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. پس حتما این کار رو فراموش نکنید. ترانه علی دوستی نیز مانند بسیاری از همکاران خود با حواشی و شایعات زیادی مواجه است. گفته شد که علی منصور همسر ترانه علی دوستی مقیم لندن می باشد و تاجر است، در صورتی که او مدتی پیش فارغ التحصیل شده است و فعالیت‌های کوتاهی در زمینه بازیگری دارد. ترانه علی دوستی با شهاب حسینی چندین تجربه همکاری مشترک داشته است، از جمله فیلم فروشنده و سریال پرطرفدار شهرزاد. او گفته است شیرین ترین لحظات بازیگریم را در کنار شهاب حسینی سپری کردم. همچنین شهاب حسینی نیز گفته بود که ترانه علی دوستی بهترین بازیگر زن سینمای ایران است. ترانه علی دوستی در مورد نحوه تسلطش بر زبانهای انگلیسی و آلمانی میگوید که پدرش در سالهای 65 تا 67 در یکی از باشگاه‌های آلمانی بازی میکرد. به همین دلیل ترانه علی دوستی از سن 3 تا 6 سالگی را در آلمان بوده است و به همین خاطر همزمان با فراگیری زبان فارسی زبان آلمانی را نیز فرا گرفته است. تسلط بر زبان آلمانی نیز باعث شد کم کم زبان انگلیسی را یاد بگیرد و بر انگلیسی نیز مسلط شود. او میگوید که به جز شرکت در کلاس‌های سطح مبتدی انگلیسی در دوران دبیرستان و نوجوانی در هیچ کلاس زبانی شرکت نکرده است و به صورت خودآموز زبان را یاد گرفته است. ترانه علی دوستی فعالیت‌های هنری و غیر هنری زیادی انجام می‌دهد. او در زمینه صداپیشگی و دوبله نیز دستی بر آتش دارد. علی دوستی در انیمیشن جمشید و خورشید نقش خورشید را دوبله کرده است. وی مبتلا به بیماری کلاستروفوبیا می‌باشد. معنای فارسی این بیماری ترس و هراس از فضاهای بسته است. به همین دلیل ترانه علی دوستی از مکانهایی مانند مترو و اتوبوس و یا آسانسورهای بدون آینه نمیتواند استفاده کند. ترانه علی دوستی یکی از هنرمندانی است که به شدت حامی فمینیسم است. او در همه جریانات مربوط به طرفداری از حقوق زنان شرکت میکند. وجود تتوی مخصوص فمینیست ها روی دست ترانه علی دوستی در یکی از مراسماتی که شرکت کرد این موضوع را تایید کرده است. در میان تصاویری که از نشست خبری عوامل فیلم فروشنده با حضور اصغر فرهادی و شهاب حسینی و ترانه علی دوستی منتشر شد، عکسی وجود دارد که در آن آستین پیراهن ترانه علی دوستی بازیگر این فیلم بالا رفته و نقش یک تتو بر ساعد وی مشخص شده است. علامت تتوی روی دست ترانه علی دوستی که تصویری از آن منتشر شد، نشان مشهور جنبش فمینیستی و یک زیرشاخه شاخص آن است. جنبشی که به فعالیت برای کسب حقوق برابر برای زنان در سراسر دنیا فعالیت می کند و آزادی سقط جنین یکی از گزاره‌های زیرشاخه مذکور به حساب می آید. همین مسئله باعث شد تا شایعه طلاق وی از همسرش بالا بگیرد. همانطور که می دانید مدتی پیش رئیس جمهور آمریکا حکمی مبنی بر ممنوعیت ورود مردم برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران به آمریکا را صادر کرد. این حکم ترامپ مدت کمی قبل از مراسم اسکار 2017 اعلام شد. به همین دلیل ترانه علی دوستی با انتشار یک توییت با محکوم کردن این حکم آن را نجات پرستانه قلمداد کرد و اعلام کرد در مراسم اسکار 2017 شرکت نمی کند. همانطور که می‌دانید ترانه علی دوستی در سال 94 آخرین فیلم سینمایی خود را در ایران با نام فروشنده بازی کرد و بعد از آن در هیچ فیلمی ایفای نقش نکرد. اما به تازگی او قرارداد خود را با گروه کارگردانی فیلم سینمایی اورکا ساخته سحر مصیبی بسته است. فیلم اورکا را طلا معتضدی نویسندگی کرده و تهیه کنندگی آن را طهورا ابوالقاسمی بر عهده دارد. ترانه علی دوستی در واکنش به اعتراضات آبان ماه پستی را منتشر کرد که بعد از آن او را به دادسرای رسانه احضار کردند. او در آن پست چنین نوشته بود: مدت‌ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بپذیرم. ما شهروند نیستیم، هیچ وقت نبودیم، ما اسیریم، میلیون‌ها اسیر. هشتگ آبان 98، هشتگ عزادار 176 انسان. اما وکیل وی دلیل احضار او را اینگونه بیان کرد: شکایت علیه خانم ترانه علی دوستی مربوط به سال 97 و شاکی پرونده معاونت حقوقی نیروی انتظامی است. تاریخ ابلاغ احضاری 25 دی ماه امسال است. شنبه و یک شنبه در دادسرا برای توضیحات حاضر شدیم. رویکرد دادسرای رسانه علارغم اختلافات در موضوع اتهام احترام آمیز است.
شکایت در مورد توییت هایی است که حاوی مضامینی سیاسی و اجتماعی در موضوعاتی همچون حجاب، گشت ارشاد، رفع حصر و وضعیت نگهداری از زندانیان بوده است. عنوان اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام است. خانم علی دوستی روز یکشنبه پس از اخذ آخرین دفاع با قرار کفالت آزاد شدند. از اینکه در این ویدیو همراه ما بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خود رو در مورد این ویدیو از طریق کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.